بعد از این افغان های مقیم قطر مجبور نیستند که از راه پاکستان با پاسپورت پاکستانی به افغانستان سفر کنند. وکیل احمد احساس همکار ما همکنون از طریق اسکایپ با ما هستند و جزئیات بیشتر تقدیم میکنند. آقای احساس سلام بر شما، بفرمایید. سلام سیار جان، همونطوری که شما گفتن دو مشکل اساسی در قطر وجود داشت. یکی که برای افغان ها پاسپورت افغانی موجود نبود و همیشه مشکل داشتن میرفتن به پاکستان بعد افغانستان میرفتن، و دوم مسئله کار است برای افغان ها که نمیتونن کار بکنن، ویزی کار برایشان داده نمیشه. من یک گزارش در مورد کار دادن به افغان ها در پشو دارم و یک گزارش در مورد اینکه پاسپورت های افغانی که در حال حاضر پاکستانی بود و در حال حاضر تبدیل میشه به پاسپورت افغانی، سر یک گزارش تهیه کردم. و مسئله مهمتری که در حال حاضر که ما و شما صحبت میکنیم، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تعداد از ریش‌سفیدان و بزرگای افغان در قطر در حال دیدار است و مشکلات اونها رو ببینند. ما و شما هم این گزارش رو میبینیم، با هم صحبت میکنیم بعدا. از سالها به این سو افغان هایی که در قطر زندگی می کنند، وقتی می خواهند به خانه های خود برگردند، باید از راه پاکستان و با ویزای افغانستان به خوست یا پکتیا بروند، زیرا پاسپورت هایشان پاکستانی بوده و به گفته خودشان سبب می شد که مورد آزار و اذیت پلیس پاکستانی قرار بگیرند. اکنون دولت افغانستان به خصوص سفارت افغانستان در قطر پاسپورت های پاکستانی افغان های مقیم قطر را با پاسپورت های افغانی تبدیل می کند. به گفته افغان های مقیم قطر، این عمل سبب شده است تا آنها هویت افغانی خود را به دست آورند و از سوی بتوانند آزادانه مستقیم به افغانستان بروند. پاسپورت پاکستانی بسیار مشکل داشت. سفارت پاکستان که وقتش خلاص میشد تبدیل نمیکرد. وقت رفتن در افغانستان برای ما بسیار مشکلات بود. باید ویزه افغانستان می گرفتیم و میره باز پس آمدن در ایرپورت پاکستان بسیار مشکلات جور میشد. اگر می گرفت بسیار پیش از این ما پاسپورت های پاکستانی داشتیم و این پاسپورت برای ما مشکلات زیادی را در پی داشت. در زمان تبدیل کردن آن، نو کردن پاسپورت و گرفتن ویزا و گرفتن تکت، ما همیشه با مشکل روبرو بودیم. ولی اکنون که سفارت افغانستان این پاسپورت ها را تبدیل کرده است، تمام مشکل ما حل شده است. نگرانی عمده ای که در جریان تبدیلی پاسپورت های پاکستانی به افغانی وجود دارد این است که چه ضمانتی وجود دارد تا اتباع پاکستانی پاسپورت های خود را با پاسپورت های افغانی تبدیل نکنند. در این حال مسئولان سفارت افغانستان در قطر میگویند که آنها به ضمانت بزرگان افغان و همچنان شهادت تا دو افغان همراه با مدارک و اسنادی که ثابت کند که این فرد افغان است، اقدام به تبدیلی پاسپورت فرد متقاضی میکنند. در سفرهای رفت و برگشتشان به کشور پاکستان یا به رفتن به کشور عزیز ما افغانستان هم متقاضی ویزا میشدند، به او خاطر این مشکل داشتن. و الحمدلله و سعی و تلاش اعضای و همکارای عزیز ما در سفارت سبب شد که پاسپورت های افغانی پروسش آغاز شود، که به پاسپورت های پاکستانی تبدیل شوند به پاسپورت های افغانی و افغان های ما بشار با سهولت بیشتر بتانند که با هویت افغانیشان در اینجا مشغول کاروبار باشند. تبدیلی پاسپورت در کشورهای خلیج از چند به این سو آغاز شده است، اما تعدادی از افغانها به دلیل داشتن جایداد در پاکستان تا هنوز اقدام به تبدیل کردن پاسپورت خود نکردند. حالا این پرسش خلق می شود که چه زمانی برای افغانهای مقیم قطر و دیگر کشورهای عربی این اطمینان به دست می آید که افغانستان دیگر مکان امن برای آنها خواهد بود. وکیل ساس، صدای آمریکا، دوحه، قطر. آقای احساس، شما که با مقامات افغان در کشور قطر به تماس بودین، آیا جزئیات بیشتر از سفر رئیس جمهور کرزی به این کشور در دست دارین یا خیر؟ بله، قرار بود اولین دیداری که امروز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقام های قطر و یا مقام های افغان داشته باشه، اولین دیدار مقام های افغان هستند. یعنی به این معنی که تعدادی از بزرگای افغان، ریش‌سفیدای افغان جمع میشن و مشکلات خود برای رئیس جمهور افغانستان میگن. یکی از مشکلات اساسی که امروز از سوی بزرگای افغان در قطر مطرح میشه، مسئله ندادن ویزا برای افغان ها، ویزای کار است که بسیار با مشکل روبرو کرد افغان ها را. و حتی کسایی که با پاسپورت پاکستانی بودن اکنون پاسپورت افغانی گرفتن با مشکل روبرو هستند. وزارت خارجه قطر به نوع مشکلات داره با افغان ها، با پاسپورت افغانی هم اکنون مشکل داره. بزرگای افغانی مسئله را با رئیس جمهور امروز ساعت 4 به وقت قطر و اکنون ساعت 5:30 به وقت دبی و 6 به وقت افغانستان قرار است با هم صحبت کنند و این مسئله را مطرح کنند. تشکر آقای احساس، در برنامه بعدی ان شاء الله جویای احوال بیشتر از شما میشیم.